شروع میکنیم به یکی از درس‌های بعدی ما که فصل سوم است. من درس گذشته فصل دوم خلاص شد و علیمه مبحث اندازه‌گیری و وحدات اندازه‌گیری بود. علیمه سر فصل سوم که نور است. صفحه هم صفحه 26. نور همتان میفهمیم که وسیله رویت یا دیدن هر شما است. تعریفش میکنیم. نور وسیله چی است؟ وسیله دیدن یا رویت اجسام است. این نوری که شما تخته را میبینید خودش یک نوری است. یه پروژکشن را که شما میبینید اگر نور از اینجا ما خاموش بسازیم دیگه چیزی دیده نمیشه. مثال میفهمی که شب وقتی که مهتاب نباشه هیچ جا دیده نمیتونیم. اگر روشنایی نباشه کاملا تاریک. یا در اتاقی که کلکینایشان بسیار خرد نباشه اتاق چه میباشه؟ سطحش داخل اتاق تاریک میباشه. پس این همین نور است که وسیله روشنی میباشه. وسیله رویت است هم میشه. ما هر چیزی میتونیم ببینیم. و این نورم برای چشم انسان تا یک حد میتونه چی باشد دیده خوب داشته باشه و اگر از او حد کمتر باشه بازم چشم اشتباه میکنه و چیزی که نیاز است رو نمیبینه و اگر از او حد کم زیاد باشه بازم مشکلای خود را داره. یا مثال زندگی شما اگر ببینید یک کتاب شما یک آینه را مثال داره. خود آینه هم وقتی ما میخیم در آینه خود را سر میکنیم اون هم انعکاس را که ما از اوجه میبینیم شد تصویر خود. این همی هم کلش چی است؟ دلیلش نور است. خب پس در درس بعدی ما که در صفحه 27 است و یه نشته کرده خواص نور. خب نور خواص های زیاد داره. مثلا از جمله نور که از رنگ جلا ایجاد داره یا انعکاس نور. خب نور هم رنگ های مختلف داره که شما مثال زنده شده لامپ میبینید. چراغ هایی که در خانه ها استفاده میکنید در سرک ها دیزاین میشه اون چراغ ها و دیگه نور هم استفاده کاربرد متفاوت خود از خود داره و دیگه خواص نور که از انعکاس. انعکاس برگشت نور میگن. مثال زنده از آینه است. آینه را که ما یک جای پرتاب میکنیم در مقابل آفتاب میگیریم میشه پس یک نور برای ما منعکس میشه. یا خود ما در مقابل آینه که استفاده استاد میشیم تصویر ما را پس برای ما میتینه می خودش انعکاس است. خواص بعدی از چی هست؟ انکسار است. خب یعنی خواص هایی است که به ترتیب باز ما یارا میبینیم و یک نور سر یک جسم میتابه که چقدر از او انعکاس میکنه و چقدر انعکاس میکنه برمیگرده به سطح جسم به نوعیت جسم که جسم شفاف است نیمه شفاف است کدر است. ما جسمایی داریم کدر. کدر به معنای تاریک. جسم کدر جسمی است که تمام نور را جذب میکنه از خود نور عبور دادن نمیتونه. جسم شفاف چی از نور از خود عبور میده. مثلا شیشه. شیشه اتاق است و وقتی که آفتاب میبره داخل اتاق تمام آفتاب میاد بدون راحتی اونه چی مشکل نداره. و دیگه جایی که تاریک باشه مثلا خود کانکریت. کانکریت که است نور آفتاب از خود انتقال نمیده. پرده سیاه تکا هر رنگ است نور متفاوت از خود انتقال میده. مثلا تکه کمترین یا رنگ کمترین نور از خود انتقال میده و رنگ سیاه رنگ سفید میفهمه که بیشتر نور از انتقال میده. به این شکل رنگ ها هر کدامشان ترکیبای خود دارن و موارد استفاده خود هم دارن. خب برمیگردم ما گفتیم که به سطح جسم و دیگر نوعیت جسم که کدر است نیمه کدر است یا شفاف نیمه شفاف یا تاریک. میم سر انتشار نور. مثال زنده انتشار نور چی است؟ وقت آفتاب برآمد است. پیش از اینکه آفتاب برای زمین یک قسم تاریک میباشد تو چین وقتی که آفتاب میبره زمین کاملا روشن میباشد. یا اگر مثال زنده را ببینید در قسمت مهتاب این قسم است. مهتاب روزای شبای از اول لا نوم دوم کمی چی میباشد تاریک تر. بالاخره از دوم که به طرف چهاردهم و پانزدهم میباشد کاملا چی میباشد مهتاب پوره میباشد. روشنیش کاملا زیاد بعد از پس چی میشه روشنیش کم شده میره. پس بنابراین از این میشه ما میتونیم چی کنیم درباره انتشار نور هم چی کنیم بحث کنیم. این انتشار نور برمیگرده به منبع. برمیگرده به منبع. مثلا چراغ دیسی را میفهمیم که چقدر نور از خود انتشار میده. یک لامپ LCD چقدر نور از خود انتشار میده. یک چراغ موتور چقدر نور از خود انتشار میده. و بالاخره یک لایت کلانک است این لایت از خود چقدر نور انتشار میده. کل از اینا برمیگرده به منبعشان که چقدر از کدام منبع ساخته شدن و به کدام منبع چی میباشن نزدیک میباشن. درس بعدی ما چی از بسته نوری. بسته چی؟ نوری. خب مجموعه یک بسته نوری را
یک بسته نوری یک مجموعه داره، مجموعه چندین اشعه نوری داره. اول بیایم سر بسته نوری بس میکنیم، نور صحیح است؟ وقتی که نور ما گفتیم وسیله رویت است، وقتی که یک مقطع بسیار کوچک از خود داشته باشه، یک مقطع ارزی بسیار کوچک، فرض کنیم دروازه را باز میکنیم، وقتی که دروازه را باز میکنیم یک مقدار نوری بسیار کم، یک کم دروازه را باز میکنیم، از بیرون به طرف داخل ظاهر میشه، اونم را میگیم اشعه نوری. این مجموعه اشعه نوری را که با هم یک جای بسازیم، مجموعشان به نام چی یاد میکنیم؟ به نام بسته نوری یاد میکنیم. دروازه را در اول یک کمک که باز میکنیم اشعه نوری است. زمانی که دروازه را زیاد کردن میریم هیچ میشه بسته نوری. چرا بسته نوری را میخوانیم؟ به خاطر اینکه ما از این همه اشعه نوری و بسته نوری و از نور شروع میکنیم، باز میریم به طرف درس های بعدی ما که تا کدام سایه میرسیم. مثال خوب، مثال های زیاد داره، مثلا دور مثال یکی از مثال هایی که در کتاب برتان انداخته، چراغ دستی را برای ما داده همراه کاغذ و قیچی و شکسته. مثلا ما میایم کاغذ چی میکنیم؟ بسیار یک سوراخ کوچک در کاغذ ایجاد میکنیم، دیگر طرف اتاق تاریک میسازیم، گروه بعد پشت کاغذ روشن میکنیم، میاریم به نزدیک سوراخ. از سوراخ چی میشه؟ یک اشعه که نوری چی میشه؟ خارج میشه. اون مو اشعه نوری را اگر ما سوراخ بزرگتر ساخته بریم یا طول عرضش زیاد کنیم، اون مو اشعه که زیاد میشه، او از اشعه نوری میره به طرف چی؟ بسته نوری. پس یک نوری که دارای مقطع ارزی بسیار کوچک باریکک، او را میگیم اشعه نوری. مجموعه اشعه نوری را به نام چی یاد میکنیم؟ بسته نوری یاد میکنیم. مثال زنده ازی گفتیم دروازه را باز میکنین یا چراغای دستی و برقای دستی را میشه که از یک مقطع که بسیار کوچک چی بسازینشن؟ عبور بدین. شما او میشه اشعه نوری. خب اینو الان میایم سر سرعت نور. درس بعدی ما شما چی است؟ سرعت نور. خب اینو الان ما میایم سر اجسام. خب زمین خودش چی است؟ آیا از خود روشنی داره؟ نه. زمین یک جسم چی است؟ کادر است. خشتو به طرف روز که میشه سر زمین روشن است، به خاطر اینکه زمین این روشنی خود از کجا میگیره؟ از آفتاب میگیره. اینو الان این روشنی را چه قسم میگیره؟ به کدام سرعت میگیره از آفتاب؟ اینو میره. خب در زمانه قدیم اگه تکنیک و حال که امکاناتی کسی قضیات پیشرفت نکرده و مردم دلایل مختلف خود را برشان بیان میکردن، بالاخره اشتباه در وسط قرن 20 تجربه اندازه‌گیری سرعت نور تا چقدر در نظر گرفتن؟ 0.2-0.1%. بسیار اعداد بسیار کوچکانه، بسیار دقت بالا است. پس ایجا ما میگیم سرعت نور را چی میکنیم؟ در نظر میگیریم. خیلی سرعت نور در هوا چی است؟ با کدام انداز است؟ میبینیم نشته میکنیم. نشته میکنیم سرعت نور. سرعت نور. خب سرعت نور اول بس اولیش را نشته میکنیم، میگیم در هوا. سرعت نور در کجا؟ در هوا. سرعت نور میگه در هوا به اندازه چقدر است؟ به اندازه 2.9479248 ضرب 10 به نمای 8 متر پر سیکن پر ثانیه. 8 متر بر ثانیه است. 8 متر بر ثانیه. خب سرعت نور در هوا سرعت چی؟ کمی دورتر نشته کنیم واضح‌تر شود. سرعت نور در هوا. حالی میگیم سرعت نور در کجا؟ در خلا. خلا گفتیم کدام جا میگیم؟ خلا گفتیم جایی را میگیم که در اوج چی هسته؟ تاثیر قوه جاذبه زمین در اوج صفر میباشه. میگه سرعت نور در خلا به اندازه چقدر میباشه؟ 2.99 خب 99 79 24 58 ضرب 10 به نمای 8 متر پر سیکند اینمی است. و اینی رم 99 چند جورش میکنیم؟ 99 79 24 58 به این اندازه این قسمت را کت کنیم باز. دو اشاریه 99
2.99 × 10^8 سرعت نور در حواس و سرعت نور در خلا. خب از بین از اینا چون یکمک با هم نزدیک هستن و قضیه تفاوت ندارن با ظلم ها به خاطر سهولت میان از بین از اینا یک قیمته که چی نمیگیرن متوسط میگیرن، قیمته که اوسط از اینا یا قیمته که به خاطر سهولت آسان باشه. چون شما یک درس را خواندین به نام راوند آف و او درس اگه ما بیایم راوند آف کنیم دیگه با چی میشه؟ مگه از بین کل از اینا میگذاریم مجتمع کنیم چقدر؟ 3 × 10^8 m/s پس این شد سرعت نور به شکل متوسط و این سرعت از من در خلاص. خب در محاسبات سرعت نور در هوا خب میشه از هر دویشون 2.99 رو که کسی از شما بخواه بگران کنی 3 میشه و 2.99 رو نکنی 3 میشه. در کل به خاطر سهولت همیشه سرعت نور شما چی در هوا چی در خلا چقدر استفاده میکنین؟ 3 × 10^8 متر فی ثانیه در نظر گرفته میشود. خب این بود درس امروزی ما که بعضی قسمت ها را در باره نور چند چیزی را آمدیم دیدیم. اول خب براتون نور را تعریف کردیم، خلاصه براتون بازگو میکنیم. بعد از نور آمدیم چی را تعریف کردیم؟ اشعه نوری را، نه خواص نور بود، کدام خواص ها را داره؟ خواص نور شما دیدین که انعکاس و انکسار و جلا و رنگی از جمله خواصشون هستن. و بعد از آمدیم اشعه نوری را تعریف کردیم، اشعه نوری. بعد از اینکه اشعه نوری خلاص شد چهارم آمدیم بسته نوری را تعریف کردیم که مجموع اشعه نوری میشه بسته نوری. بعد از بسته نوری باز ما شما آمدیم چی را معرفی کردیم؟ سرعت نور که نیوم بود سرعت نور. پر زینه میشه بس هست صدا میشه بخیر درس های آینده. بقیه روزتون خوش. الله حافظ و نگهدار.